شب گذشته 23 مهر زندان اوین با شورش زندانیان زندان اوین به طور مشکوکی آتش گرفته و زندانیان زندان اوین برخواستند و در مقابل مزدوران خامنه دفاع از خود می و این امر باعث شد که مردم غیور تهران از سراسر تهران بیاری زندانیان زندان اوین بروند و صداهای انفجار و صدای تیراندازی به طور ممتد شنیده میشد که همه شنوندگان و بینندگان عزیز در جریان هستید و خبرها را دنبال کردید اما خبرهای تازه‌ای که میتوان به خبرهای گذشته اضافه کرد در زندان اوین گویا با ادعای خبرگزاری فارس که خبرگزاری سپاه پاسداران هست اعلام شده که زندانیان وارد میدان مین شدند چون قصد فرار از زندان را داشتند و طبق خبری اعلام کرده که در میان آتش سوزی و درگیری با نیروهای حفاظت تعدادی زندانی اقدام به فرار می کنند. آنها در زل شمالی زندان که کوه وجود دارد وارد میدان مین می شوند. گفته می شود که صداهای انفجار شنیده شده مربوط به همین موضوع بوده است. به نظر میاد اینها باز دارن با یک ترفند آخوندی میخواند آدمهایی که در زندان اوین کشته شدند و به رگبار بستند چون صدای رگبار و تیراندازی به طور ممتد می اومد و حتی می گفتند خمپاره از بیرون زندان شلیک شده داخل زندان و صد درصد عده زیادی رو کشتند حالا می خواهند زندانیان می خواستند فرار کنند وارد زندان مین شدند و پاشون اومده روی مین و این انفجارها در اثر انفجار مین ها بوده و بندازن گردن خود زندانی ها یعنی اینکه زندانی میخواست فرار کنه رفته وارد, وارد میدان مین شده و به همین سبب هم کشته شده در اصل دارن با یک فضاسازی تازه اون هم خبرگزاری فارس بخواد موضوع کشتار دست جمعی رو بندازه گردن خود زندانی ها. باز در ادامه خبر توضیح داد که دیشب در ساعت ده دقیقه درگیری سوری بین تعدادی از زندانیان بند هفت اوین محکومان مالی با زندانیان بند هشت سارقان به وجود می آید و طی این درگیری ای از فرصت سو استفاده کرده و انبار لباس و کارگاه کار آفرینی زندان را آتش می زنند که منجر به آتشسوزی گسترده سرایت به بند هشت می شه و اعزام آتش نشانی به اوین برای خاموش کردن حریق می شه. و شواهد نشون میده که این اقدام از پیش طراحی شده بود چرا که تعدادی از زندانیان برای خود به طرقی سلاح سر تهی کرده بودند تا در ضمن درگیری با نیروهای تأمین امنیت زندان با آنها آسیب بزنند و به سلاح هم دست پیدا کنند که البته موفق نشدند در میانه آتشسوزی و درگیری با نیروهای حفاظت تعداد زندانی اقدام به فرار می کنند آنها در زل شمالی زندان که کوه وجود دارد وارد میدان مین می شوند گفته می شود صداهای انفجار شنیده شده مربوط به همین موضوع بوده است برخی رسانه ها از هشت مستوم در این ماجرا خبر دادند اما هنوز آمار دقیقی از میزان مستومان یا تلفات احتمالی منتشر نشده است این خبر رو امروز لحظاتی پیش خبرگزاری فارس اعلام کرده در از یک کشتار عظیمی رو صد درصد انجام دادند و حالا میخواهند بگویند که این اتفاق خود زندانیان به وجود آوردند میخواستند از زندان فرار کنند و رفتن روی میدان مین و کشته شدند تمام شلیک ها خونپاره زدن هر نوع درگیری که زندانیان رو کشتن میخواهند بندازند گردن خودشون ولی کور خوندند چون مردم دیگر میدانند که این اوجوبه های آخوند چه انسان های بیشرفی هستند انسان های ظالمی هستند حتی امروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همین جمله رو گفته در خبری نوشته واکنش جو بایدن با آتش سوزی زندان اوین حکومت ایران خیلی ظالم است جو بایدن رئیس جمهور امریکا به حادثه آتش سوزی و تیراندازی در زندان اوین تهران واکنش نشون داده و در جریان سفر انتخاباتی خودش در پورتلند در پاسخ به سوالات خبرنگاران در این خصوص گفته حکومت ایران بسیار ظالم است بایدن با اشاره به اتفاقات زندان اوین گفته که در مورد این حادثه باید تحقیقات کامل صورت بگیره رئیس جمهور امریکا قبلا گفته بود که شجاعت مردم و زنانی که روسری خود را رو برداشتند و به خیابانها می آیند شگفت زده شده و برای آنها احترام بسیاری قائل است. در شبکه های اجتماعی در شب گذشته بسیار فیل و تصاویری منتشر شد که نشان میداد آتشسوزی متعلق به تمام زندان اوین هست و دلایل این آتشسوزی طبق گفته هایی که شب گذشته بود میگفتند اطلاعی در دست نیست و خبر این بود که فقط صدای تیراندازی شنیده میشه و انفجار ناشی از آتشسوزی به گوش میرسه و کسی فکر نمیکرد. کرده حقی که الان خدمتون گفتم که سوار کردند و کلکی که از روزهای قبل این اقدام رو میخواستند به خاطر انقلاب مردم ایران این کلک رو سوار کنند تقریبا مثل همون آتی زدن سینما رکس آبادان تا بتوانند به مقاصد شوم خودشون برسند اما مردم به هوش هستند با هوش هستند دیگر زیر بار این های نادرست و های آخوندی نخواهند رفت و خبرگزاری فارس این مسئله رو که در خبری که براتون خوندم فاش کرده است در شب گذشته حتی پسر حاشمی رفسنجانی در کلاب هاوس گفته بود که برادرش مهدی قرار بوده جمعه به زندان بازگرده اما به با او تماس گرفتند و گفتند حالا نمیخواهی بیایی به زندان صبر کن در از آمدن اون رو در زندان لغو کردند چون این برنامه رو چیده بودند میخواستند از عوامل خودشون یعنی پسر هاشمی رفسنجانی مهدی هاشمی براش اتفاقی نیفته و خارج از زندان باشه این برنامه ها برای این هست که انقلاب نوین رو به این شکل سرکوب کنند و نگذارند مردم به آزادی برسند اما این حقه ها و این صحبت ها و این ترفندها دیگر بیهوده است مردم به جایی رسیدند که فقط انقلاب نوین میتوانند از شر آخوندهای ظالم که حتی رئیس جمهور امریکا که رفیق اینهاست با هم بدبستون دارند اون هم گفت اینها ظالم هستند تا برنامه دیگر بدرود